الحمد لله رب العالمين، خير العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: فأقم وجهك للدين حنيف، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. دوستای عزیز، ما در هفته های گذشته بحث داشتیم که چگونه به پروردگار عظیم قرب حاصل بکنیم و چگونه به او برسیم. موضوعات گسترده ای را در رابطه به این موضوع داشتیم. باز هم تأکید میکنم که مبحث عرفان اسلامی و تزکیه یا تصوف یکی از قضایای بسیار مهم در دین مقدس اسلام است و به تعبیر دیگر جایگاه از علم به اندازه مهم است که کل احکام عملی وقت جایگاه خود را پیدا می کند که انگامی که این عمل تو را به خداوند متعال وصل بکند. اگر اعمالی که ما می کنیم ما را به پروردگار ما وصل نکند و رابطه ما را با او استحکام نبخشد و نتیجه مطلوب از اعمال خود به دست نبیاریم، در حقیقت مانده و زله شدیم ولی تاوانی خود بوده، زیانکار خود بوده. از این خاطر است که برای از این که ما بتانیم قدم های استوار را جهت قرب خداوند متعال برداریم، پس مطلب اولی شناخت است. رب خود را باید بشناسیم. در باب معرفت قضیه واضح است. کسی که چیزی را نمیشناسد طلب نمی کند، هیچ وقت ناممکن خواهد بود که شما خریدار چیزی شوید، طالب چیزی شوید که قبلا معلومات در رابطه با او امرایتان نباشد. همین قضیه است که علما میگویند که طلب مجهول باطل است. پس اساسی ترین قضیه همان معرفت الله متعال و شناخت الله متعال است. بعد میبینیم که این شناخت یک پهلویش فطری است، یعنی در زندگی ما شما عجین شده است. معرفت الله عجین است، بخوایم نخوایم روح خداگرایی در وجود ما تو است. از این خاطر است که در دنیا شما شهر را نخواد دیدین که وارد شوین و در اوجا انسان زندگی بکنه و شما در اوجا جای عبادت را پیدا نکنه. در هر جای که شما برین یک جای برای عبادت است. خب ای که ای گرنگ است،
این کلیسا است، این معبد است، این مسجد است، این را بگذاریم. خب جای برای عبادت است. شهر بدون مرکز عبادت وجود ندارد و این ناممکن خواهد بود که ما اتو تعبیر بکنیم که میلیون ها انسانی که میلیاردها انسانی که در زمین زندگی میکند اونها روح خدا جویی دارد و یک کتله شهوانی مغرض خودخواه اینا بخیزن خدا نیست و ملحد بوده باشند. این گروپ که انکار الله را می کند، این گروپ به اندازه کوچک است که قابل محاسبه نمی شود و امو گروپ کوچک که در ظاهر با تو می شیند، با او می شیند و الحاد را و نبود الله را به معرفی می گیرد، ای تو نیست، اونا خود را خدا گفتند، خدا خدا گفتند. افرائیت من اتخذ الهه هوا، آنانی که منکر خدا شدند به خاطر شدند که روح خداجویی او را استقامت میده، اینی کار بکو اینی کار نکو، این خوب است و این بد است، غرایزش محدود میکند، خواسته هایش محدود میکند. چون خواسته هایش را محدود کرد و او نمیخواهد که محدود شود، بنان هر جای که می رود باید بتانه غرایز شهوانی خود را ادفاع بکند. هر قول و عمل و قانونی که این غرایزش را برش محدود بکند منکر از او می شود. پس ملحدین خود خدا گفتند، نه ای که خدا را منکر شود. وقتی که به این نکته رسیدیم که همه انسان در فطرتش عجین است که باید خدا را عبادت بکند و خدا را باید بشناسد، آل شناخت فرق میکند و وجود خدا همه معترف هست. هندو معترف است، مسیحی معترف است، یهود معترف است، مسلمان معترف است، همه و همه معترف است. ولی اعترافی که یک مسلمان دارد، میگویند که الله ذات واجب الوجود است، مستجمی تمام صفات کمال است، آفریدگار کل کائنات است و این کل کائنات را به شمول انسان و به شمول کوچکترین مخلوق که ذره است همه و همه را به علم خود، به قدرت خود، به اراده خود آفریده است. اراده از الله هست، کسی دیگر اراده خود را به الله تحمیل نمیتانه بکند و نه هم وجود دارد. الله قادر است اراده خود را خودش تحقق میبخشد، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. به هیچ کس محتاج نیست که اراده خدا را تمثیل کند، تحققش ببخشد و یا کسی کمکش بکند. عالم است به علم کمالش. در این کائنات هیچ چیزی بی جای نیست، هیچ چیزی عبث نیست، هیچ چیزی بی معنا نیست، همه به اساس علم گذاشته شده است و دقیقاً گذاشته شده است. در این باب هم خداوند متعال کسی نقشه کسی را قبول کرده، نه مشوره کسی را قبول کرده و نه هم کدام جای اشتباه خدا را کدام مخلوق دیگری گرفته است. خب
حالا کل کائنات را رب ما به ارادش، به علمش، به قدرتش آفرید. بعد چی کاری کرد؟ این نظام را هم در اختیار کسی دیگری نداده. نظام در اختیار کسی دیگری نیست. نظام هم تحت قیمومیت الله هست. این نکته است که ما شما برتر نسبت به کسای دیگری داریم. الله کل مخلوق را آفرید، اراده، کنترول، حاکمیت، سرپرستی هم از آن اوست. مرض را که می دهد؟ الله. که شفا می دهد؟ الله. عزت کی می دهد؟ الله. ذلت کی می دهد؟ الله. حیات کی می دهد؟ الله. مرگ کی می دهد؟ الله. فرزند کی می دهد؟ الله. فرزند را کی می گیرد؟ الله. کل زندگیتان را بگیرین، کدام حصه حیاتتان در اختیار دیگه کس است؟ این عقیده ماست دوستای عزیز. اولین قدم شناخت الله به امچ صفات است، به امچ صفات است. الله همه مخلوقات را آفرید و زیبا آفرید و تحت قیمومیت خودش قرار دارد. هیچ چیز از قیمومیت الله دور نیست و هیچ کس هم حق مداخله در این نظام ندارد. بعد نکته دیگری که در معارف اسلامی و در علم معارف مورد بحث می شود، تا اینجا کل ما شماستیم. بعد از این قضیه شروع می شود که چی کنی که در موقعیتی که قرار داری با او راضی باشی، در موقعیتی که قرار داری با او راضی باشی. در خانه که تولد شدی با او راضی باشی، با قواره که داری با او راضی باشی، با غنایی که داری با او راضی باشی، با فقری که داری با او راضی باشی، با صحتی که داری با او راضی باشی، با مرضی که داری با او راضی باشی. رمز زندگی امیجاست. در حالتی که تو داری با او راضی باشی. گاهی مصیبت به طرفت متوجه می شود، پایهایت می لرزاند. گاهی فقر پایهایت می لرزاند. گاهی مرض پایهایت می لرزاند. می گوی انا لله و انا الیه راجعون. گاهی پول، قدرت، چوکی متکبرت می کند، کمک مغرور میشی، سر خود حساب میکنی و فورا میگه که لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی عن العالمین. این معناست. هرگاه قدرت پیدا کردی، پول پیدا کردی، مقتدر شدی، توانمند شدی، به تعبیر مولانا رحمت الله علیه میگه من شدی، میگه که لیبلونی، الله مرا امتحان میکنه، اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی عن العالمین. این رمز است دوستای عزیزم. زندگی امی است. اینی را میگم معرفت، اینی را میگم شناخت، اینی از رمزی که
ما برایش آفریده شده که همیشه بگوید انا لله و انا الیه راجعون. و هر ذکری که ما تو میکنیم در حقیقت ما رو به همین مفاهیم میرسوند. هر یاد الله را که میکنیم ما را به همین مفاهیم میرسوند و ما را هر قدر که در رابطه به این مفاهیم آگاهی بیشتر داشتیم با امو اندازه الله را بیشتر عارف هستیم. با امو اندازه الله را بیشتر عارف خود بودیم. خب حالا کلگی میخواهد که به الله وصل پیدا کند، زیرا شناخت الله فطری است و معنای الله ذاتی که واجب الوجود است، مستجمی تمام صفات کمال است، ذاتی که عظمت او کل مخلوق را متحیر کرده است، کل مخلوق را، ذاتی که به او آواز می شود، به او آواز می شود، استغاثه برش می شود، از او طلب کمک گرفته می شود، به او رو آورده می شود. معنای الله امی است، ذات عظیمی که مسلط بر اوضاع است. وقتی گفتی الله، کدام مفهوم در ذهنت میاری؟ این مفهوم که الله بر اوضاع مسلط است. و قرآن کریم این موضوعات را به اشکال مختلف بر ما شما تعبیر میکند. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. إما فاهم مثل القرآن بارما ميلاد حالا إيه قضية واضح شد وروشان شد كالله بمعنى ذاتك هم مخلوق قرب أورامي خواهد، همه مخلوق قرب او را می خواهد. و ما من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحه. همه مخلوق قرب الله را می خواهد. تو هم در جمله مخلوقات هستی، قرب الله را می خواهی، بودن با الله را می خواهی. حالا رب ما شما را آفرید تا صفات خود را در وجود ما و تو تبلور بدهد، در وجود ما و تو به معرفی بگیرد. از این خاطر ما تو را آفرید، از این خاطر در وجود ما و تو مثبت و منفی، ماده و روح را گذاشت، شهوت را گذاشت، اختیار برای انتخاب داد. انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. در برابر اعمال ما تو را مؤاخذه می کند، جنت و دوزخ را تعیین کرد، عفو و عقاب را تعیین کرد، پاداش را تعیین کرد. بعد به خاطر که خوبتر بدانیم و زیبا بدانیم، رب ما با ما خوبی میکند، کتاب عزیز خود را به ما شما چیکرد؟ نازل کرد. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. پیام الهی است، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. قرآن خب خاطر ازی نازل نشده که ما تو را در مزی قبر ده، بلکه قرآن نازل شده بر ما تو مسیر بدهد، ما را وصل بکند، به ما نزدیکی بدهد. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. عزیزان، در معارف اسلامی و تزکیه و تصوف اسلامی توحید به اصل بلندش مطرح است. در تصوف اسلامی، در معارف اسلامی شرک نیست، خرافات نیست. اوجا انسان رابطش با الله تنظیم می شود، نه با مخلوق. در اوجا پیشانی انسان را از گذاشتن در پای انسان بلند می کند، او را ملتفت به الله می کند. در عرفان اسلامی تو را وادار می کند که جز از الله از کسی دیگری چیزی را تقاضا نکند. این معنایش است. از این خاطر اولین نکته‌ای که برای ما شما در این منهج زیبا و مقبول می‌دهد، ربانیت المصدر. در معارف اسلامی اتکا به کتاب الله، به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر روش سلف ما الزامی است. بدعت و خرافات در این راه و در این جاده جای ندارد، به هیچ شکل جای ندارد. و اگر جای گرفت، در حقیقت بعد از او شد که با تأسف عرفان اسلامی به فلسفه تبدیل شد، فلسفه بودیزم و فلسفه مسیحیت وارد شد. از او بعد انحراف صورت گرفت و غلط صورت گرفت. بنابراین ربانیت المصدر اساس معارف اسلامی و تزکیه و تصوف اسلامی را برای ما شما میدهد. هر گپی که میگویی باید دلیل پیش کنی. از این خاطر است که در این علم مبارک اولین سوالی که می کند امیست، میگن که هر چیزی که در این دنیا وجود دارد حلال است استفاده از آن، مگر ای که دلیل بر معنیش پیدا کنی. دقیق شده؟ هر چیزی که در این دنیا وجود دارد حلال است، ای برای موت آفریده شده که استفاده کنیم. گاهی که معنا می شود دلیل می خواهد. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه که در کائنات آفریده شده است ای برای ما تو آفریده شده است. ای برای ما تو آفریده شده است. همه و همه تحریم وجود ندارد. تحریم بعداً می آید و تحریم کی می کند؟ الله. به زبان کی می کند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. قل من حرم زینة الله اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیام. گپ انشاءالله گرفته؟ ای اساس ماست، ای اساس است. هر آنچه که در دنیاست
برای منفعت موتو آفریده شده است، باید استفاده شود. جایی که من میکنم، خدا من میکنه که در روح حکمت های بسیار زیادی است، پس شراب را الله حرام کرده است، نخو. مخدرات را الله حرام کرده است، نخو. سرقت و الاخری، هر جایی که من است و منفعت موت است. انشاءالله گفه گرفته. در عرفان اسلامی ربانیت المصدر، هر چیز که میگویی باید دلیل بیاری، باید دلیل بیاری، حلال است. بعد دوم قید را پیش میکنم، میگه هر عبادت به عنوان عبادت حرام است. هر عبادت به عنوان عبادت حرام است، مگر اینکه دلیل سرش داشته باشه. در دنیا و نعمت‌های دنیا کلش چی بود؟ حلال. منع دلیل می‌خواهد. در عبادت چطور است؟ هر نوع عبادت، حرکتی که به نام عبادت مطرحش می‌کنی، ذکری که می‌کنی، توجهی که می‌کنی، حالتی که به معرفی می‌گیری، حرام است، مگر اینکه دلیل داشته باشه. خوب اینو نگاه بکنید در ذهنتان. پس ما چیزی را که به نام عبادت داریم، در اون هیچ چیز را زیاد و کم کرده نمیتونیم. روز جمعه میاییم، خطبه میخوانیم، یک خطبه میخوانیم باز میشیم، بسیار کم میشیم، سبحان الله الحمدلله امق، پس میخیزیم. ولی اگر من نشینم ام یک خطبه را بخوانم، شما اعتراض میکنه نمیکنه؟ بسیار زیاد یکان بار خوشتان میاد که نماز بخوانه، دو رکات نماز میخوانیم، بگم که امیر چهار رکات میخوانیم، ام جمعشی میکنیم، چهار رکات نماز میخوانیم، اجازه میتین کار شما؟ خب ده دو رکات که من زیاد میکنم الحمدلله نمیخوانم، زم صورت نمیکنم، سبحان الله نمیخوانم، الله اکبر نمیگویم، ذکر نمیکنم، آیا ذکر کردن نارواست؟ آیا خواندن قرآن نارواست؟ ما میگن که بله، امی عبادت و ذکر و تلاوت اگر در منهج رسول الله نکردی حرام است. انشاءالله گفت گرفتیم. هر عبادتی که میکنی دلیل بیار، و دلیل خو از کشکم ما خونه میشود، دلیل خو کتاب الله و سنت رسول الله هست. ذکر میکنی دلیل بیار، زیرا کل ذکر عبادت است، پس اصلش حرام است، دلیل بیار بر جوازش. کل جای بخوانین از زندگی مطهر رسول ما صلی الله علیه و سلم را، پیغمبر با طبله و با ارمونه و با دول عبادت کردن، تو چرا این کار شروع کرد؟ از کجایی را کردی؟ چطور جرأت میکنی؟ چطور مردم را فریب میدی که عبادت میکنه؟ یه هم طریقه است؟ عبادت سکون را میارد، تواضع را میارد، ورشکستگی را میارد، انقیاد بار میارد. این اساس است عزیزای. پس ربانیت المصدر در قضیه معارف اسلامی و تصوف اسلامی اساس است. هیچ کس حق ندارد که ذکر را، طریقه را، فکر را، عمل را برای مرید و برای
اتباع خود پیش بکند که خدا و پیغمبر او را نکرده باشد. صحیح شد؟ الله دستورش نداده باشد، پیغمبر دستورش نداده باشد، سلف صالح ما او را ندیده باشد. الله شاهد است. امی هر قدر که خدا را زیاد عاشق باشیم و عبادتش بکنیم، والله به سلف ما نمیرسیم، نه از نظر علمی، نه از نظر جایگاه و قرب و منزلت و معرفت. خب، ربانیت المصدر اساس شد. در ربانیت المصدر برای ما شما نقاط را پیشکش میکند که در باب عبادات اجتهاد نمیتونی بکنی؟ در باب عبادات اجتهاد کرده نمیتونی، در باب معاملات اجتهاد میکنی. در باب عبادات مطلق اتباع است، مطلق اتباع بکن. ناممکن است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم که زیاد نماز بخوانی؟ دقیق شده؟ ناممکن است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم که زیاد ذکر الله را بکنی؟ ناممکن است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد الله را دوست داشته باشی و یا از الله زیاد بترسی. و پیغمبر از خاطر میگه که ما ترکت من شیء یبعدکم عن النار الا وقد حدثتکم. ایتو یک چیزی که شما را دور بکند از عذاب خدا، ما او را فراموش نکردیم، او را ترک نکردیم، مگر ای که او را برای شما گفتیم. ایتو یک چیزی که شما را به جنت نزدیک بکند ما فراموشش نکردیم، او را برتون گفتیم. ترکتکم فی البیضا لیلها کنهارها. شما را دیت یک روشنی گذاشتیم که شبش روزواری است. پیغمبر رحلت نمی کرد تا دین تکمیل نشد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس هر کاری که میکنیم دلیل باید بیاریم و این اساس است و مهم است و دقیق است. یک بحث داریم به نام در عرفان اسلامی وحی، داریم که به پیغمبر خدا میشه به عنوان حکم شرعی با کردن و نکردن شرعی. یکان بار الهام می شود، یکان بار کشف می شود. الهام اما القای الهی است. نور یقذف الله فی قلب المؤمن. در دلت یک چیز مفته، می خواستی جای بروی، کل آمادگی تا گرفتی، وقتی که حرکت میکنی یک بار دلت عوض می شود، نمی باز که نرفتی می بینی که اونجا یک حادثه شده. اگر تو دمو موتر می بودی از بین گرفتی، ولی ایره نمی فهمیدی که حادثه میشه. خب خداوند موتر قلب تو را چی کرد؟ گشتاند. شکر الله را بکش. یکان بار الله کشف می کند، قضیه را با جزیات در دلت مندازه، یا به اساس خواب. لطف الهی است. داستان مادر حضرت موسی علیه السلام در این واضح است. و اوحى ربك الى ام موسى ان ارضعيه. طفلک تشیر بده، خوب که شیرش ادادی با در صندوق بگذارش، فلقه فی الیم، در او پرتش. یأخذه عدو لی و عدو له. ای طفلک دشمن ما و دشمن می طفل میگرد. ثم رادوه الیک، پس بر تو میارمش. و جاعله من المرسلین. مادر موسی علیه السلام پیغمبر نبود، بس الله متعال به دوستایش جهتی قضیهی که تعلق یا به فرد داره یا به عام دارد القا میکنه. خب اتفاق علمایی است،
که خواب غیر نبی، کشف غیر نبی دلیل نیست مگر برای خودش. دقیق شده؟ برای خودش. از این خاطر ما یک بحث داریم در بنام مجربات، که در اوجا یک مجتهد، یک دوست خدا تجربی حیات خدا به تو انتقال میدهد، او را به معنای الزام نیست. دقیق شده؟ به معنای الزام نیست. تو میگوید که به طور مثال یک نفر میگه که استاد امی علم خوب نمیگیرم، حافظم خوب کار نمیکنم، یک کمک درس بخوانم بعد از او ذهنم تیت میشود. یکی از دوستان خدا میگه بخوانی قرآن، ای آیش همیشه ورد زبانت بگیر، رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اینه بخوان انشاءالله به برکت از این آیه الله متعال امو ذهن تو را و تشویش تو را دفع میکن. تجربه از این دوست خدا امی شد و تو انتقال میکن، سر تو الزامی نیست. یعنی نگفته این سنت رسول الله هست الاخره. قرآن کریم در کل میفرماید که و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كولي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونه شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. بس كسرت میگه که قرآن گفته فيه شفاء للناس. تجربه ما انتو راست، تجربه ما انتو شد که اگر تو این عسل را بگیری و یک قاشق سوبکی با آب بگیری و این را بنوشی با شکم خالید، الله متعال درد معده تا گم میکنه، جور میشه. چرا؟ پیغمبرم هم تو گفته، مرد مریض بود گفت شکمم درد میکنه، گفت شر عسل بخور. یک روز خورد گفت جور نشدم، گفت بخور عسل بخور. دیگر روز خورد گفت جور نشدم، گفت عسل بخور، خدا راست میگه، شکم تو دروغ میگوید. دیگر دفعه خورد، الله جورش کرد. در تجارب است. این را ما دین نمیگیم. دقیق شدیم؟ دین نمیگیم. و بدعت هم شمردهش نمیگه، زیرا در دین خود نگفته. در عرفان اسلامی یک قضایه تجاربی است و تجارب مسئول است از شرک، مسئول از خرافات است. این دو نقطه را کتشان بگیرید. هیچ وقت شما در عرفان اسلامی و تصوف اسلامی عمل و حرکتی که مفضی برای شرک شود دیده نمیتونید. اگر دیدین بفهمین که او عرفان اسلامی نیست، یا بودیزم و یا مسیحیت است. اگر دیدی بفهم که او نیست. دوم چیز در عرفان اسلامی که زیاد سرش تأکید می شود قصد است. هر عملی یک مؤمن هدفمند باید باشد. این نقطه آنقدر مهم است در عرفان اسلامی، میگه هیچ قدمت به خاطر خودت نباشد، هیچ لقمت به خاطر خودت نباشد، هیچ سخنت به خاطر خودت نباشد. تو باید تربیت از این را بگیری که کل کارت به خاطر الله بکن. اصل گپ امی است. کل درس در زمین مینوشه که غیر الله را از تو دور بکند و تو باشی و الله باشد. و رسول ما صلی الله علیه و سلم چیزی با می فرمه، من اعطا لله و منع لله و احب لله و ابغض لله فقد استکمل الایمان.
ایمان این وقت پوره میشه، یعنی به این معنا که ایمان اصلا اصلا زیاد میشه با تربیت، قوی میشود. پس یک عارف برای مریدش قدم ها را میده، آهسته 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 آهسته، اول مردم را از توش دور میکند، غیر الله را، باز خودش هم از پیش دور میکنه، باز تنها این میمانه و الله کارش هست. در قول، در گفتار، در عمل، همه و همه باید الله باشد، مورد نظر باید الله باشد. ارگاه سخن میگه به خاطر خدا، ارگاه عطا میکنه به خاطر خدا، ارگاه منع میکنه به خاطر خدا، ارگاه صدقه میده به خاطر خدا، بینن ریا، خودخواهی، یه چیزا محروم میشود. عزیزایم، حالی بیاین که ما چقدر تشنه هستیم به امت یک علمی که سراسر وجود ما با تأسف با تأسف خواسته های نفسانی و شهوانی را گرفته است. کل وجود ما، عزیزایم، ما انقدر خرد شدیم که اگر الله متعال ما شما را پرسان بکند در عبادات ما در امون مشکل داره، امور هم بخاطر خدا نمی کنیم. اعمال ما، گفتار ما، رفتن ما، عطای ما، من ما، بخشش ما را خدا جایش بگذار. همجا کلتون نشستین، اگر ما همه تو بگویم که خدا میگه اینما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقه از آن کیست؟ از آن فقرا، درست است؟ از آن مسکین، درست است؟ این را قبول کنیم. خداوند متعال کدام خیرات را خوب میپذیرد؟ که دست راست تو بدهد میگه دست چپ خبر نشد، اما قبط بدی، اما تو راست نیست. حالا که این را خوب میفهمیم و خوب قبول هم کردیم، وقتش که باز برسد این جمعی هایی که ما تو جور کردیم، این چلی هایی که جور کردیم، این ختم هایی که جور کردیم و این کارت هایی که ما تو نوشته میکنیم و به هر کس میتیم جناب فلانم بیاین که دیگه خیرات است. کدام خیرات؟ و درون گوی کدام خیرات؟ به رئیس های، به تجار، به پولدار، به موتردار؟ ایمان تو قوی شده که برای مسکین و فقیر کوکاکولا و فانتا میدی، فرینی برای جور میکنی، نامش هم چی گذاشتی؟ مولای صاحب دعا بکن خدای ختم قبول بکنه، الله ما رو گفته میریم، اما ترست نیم الله قبول میکند؟ نه نه نه، الله ابدا قبول نمیکند. صحیح شد؟ 10,000 دفعه سرش قرآن بخونی، زیرا تو خود کار به خاطر خدا نکردی، کار به خاطر خدا نکردی. ارگاه عرفان اسلامی و بودن با خدا ای در قلبی آید، باز هم عبادت کوشش میکنی پت پت بکنی. نماز بهترین عبادت است، در خوبترین عبادت نافله نماز است، باز در نافله بهترین عبادت عبادت شب است، نماز تهجد و الناس و نیام، مردم خواب باشه و تو به الله ایستاده باشه، امور هم الله قبول میکنه. ایمان که ضعیف باشد باز به شهرت، به ریاکاری، به این دیگه دور میخورم دیگه، تمام برست قد کم مانده که در تلویزیون اعلام میکنه، اما یک کم مانده دیگه که امور هم اعلام بکنه دیگه همه چیز جور میشه. پس در عرفان اسلامی هدف تعیین کردن یکی از نقاط مهم است که مطرح می شود. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یکی از شخصیت ها را مفرست در جایی، باز برش می گه که او باش استاد شد، که مردم را به خود دعوت نکنی، مردم را به الله دعوت کن. هرگاه مردم را برای خود دعوت کردی تو به خاطر خدا کار نمی کنی.
پس در کجایی را پیدا میکنیم که خود سر مردم تحمیل بکنیم؟ صحیح شد؟ یک گپ غلط بکشیم، تو طالب به شمس نرسیدی به الله چطور نرسید؟ تو اول شمس گفته برو، بعد از او باز الله. تو نگوی، چرا یک غلط گپ میزنیم؟ گپ اصلی همیست که از اول باید بگویم به الله خدا برسان، با الله رابطیت خوب کو. هرگاه ما برای کسی بگویم که تو را کی پیدا کرده؟ میگه الله. آسمان و زمین کی پیدا کرده جوان؟ الله. عزت و ذلت کی میده جوان؟ الله. بگویم باز برش بگویم کدام چیز در دنیا و در وجودت میبینی که غیر الله پیدا کرده باشد؟ میگه نه. باز برد بگیم که خدا سر زیاد مهربان است یا مادر و پدرت؟ میگم الله زیاد مهربان است. خداوند متعال غنی است یا نیست؟ میگه بیشک که الله غنی است. مهربان است یا نیست؟ بیشک که مهربان است. از پدر و مادر که تو را زیاد دوست داره؟ میگم بله، از پدر و مادر که مرا زیاد دوست داره. هرگاه در دلت چیز بگرده، پدر و مادرت میفهمه؟ نه. الله میفهمد؟ بله. رب العالمین از این گردن کده به تو نزدیک است؟ بله. از پلک چشم کده به تو نزدیک است؟ بله. خیمانی چی است که از الله نمیخوایی؟ مشکل در کجا هست؟ اما چیزی که تو را تو میگی خدا مرا قبول نمیکنه در کجاست؟ یا سلام، کار مؤمن امیست که رابطه انسان را با الله محکم بکنه. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. سبحان الله، کل دین امی است. پس عرفان اسلامی بزرگترین هدفش همانا ارتباط گرفتن با الله و قصد ازی که با خدا باشی، هر کار را به خاطر خدا بکن و ایرا در عمل تجسیم باید بخشد. سوم اساس و مهم و منم نسالیت الواقع، یک انسان خدا جوی، یک انسان با خدا کلن مثالی انسان باشد، نمونه باشد. دقیق شده؟ نمونه باشد. این نکته بسیار قابل بحث است. چه تو نمونه باشه؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. این اساسات اساسه. خوب دی دقیق شوید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. با مصطفی برسان خیش را که دین همه اوست، اگر با او نرسیدی تمام بوله همیست. در کل چیز رسول الله قدوه ما شما هست، در کل چیز. این اساسات است. این مثالیت را در قرآن جستجو بکنه. خداوند متعال از نصارا شکایت میکند. چی میگه؟ و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. بگه اینها یک چیزی را جور کردن به نام رهبانیت. این دین کامل شامل الهی را قید کردن
و ترک لذایز دنیا و ترک آنچه که الله برش حلال کرده بود، گذاشتن این چیزها را و ما را به دنیا چی کار اتکار کردن. و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، ما خود نگفته بودیم به این مردم که شما عروسی نکنین، اینا گفتن که کسی که میخواهد با خدا ارتباط داشته باشه چی نکنه؟ عروسی نکنه. دقیق شده؟ کسی که میخواهد با خدا بوده باشد کارهای دنیاوی را ترک بکنه الا آخره. تصوف و عرفان اسلامی ترک دنیا نیست. بس قرآن چی میگه؟ و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. خب این مردم خب کدن به نام خدا از لذایز تیر شدن. فما رعوها حق رعایتها، طوری که شایسته بود باز نمو کار نکردن، اوجا عروسی نکردن. میگه ما باید مجرد باشیم از شهوت، بعد از او باز در داخل کلیسا زنا میکردن. ایجا گفتن که ما تارک دنیا هستیم، اوجا باز بنام ازی که گناهت وقتی بخشیده میشه که تو پول بدی. دقیق شدیم؟ پول بدی نه که گناهت بخشیده شد، قیمت گذاشته شد، جنت فروشی و دوزخ فروشی شروع شد. ایجا گفتن در ظاهر که دنیا را دوست نداریم، ترک دنیا. قلبهایشان مالا مال از مادیات، از شهوات. در عرفان اسلامی این دروغگویی ها وجود ندارد. پیغمبر چی میگه؟ لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیت هذا المذهب الجهاد. در این دینی که ما آوردیم به مردم، این دین یک چتر عمومی دارد، در اینجا چیزی به نام ترک دنیا وجود ندارد. اگر کسی میخواد تنها با خدا بوده باشد، جهاد در راه الله بکند، دین خدا را نشر بکند، از دین خدا دفاع بکند و اسلام را به گوشه گوشه دنیا برساند. این هست میگه رهبانیت همیست، برو جبهه برو. اسلام عزیز ما مانع کار ما نیست، اسلام عزیز ما مانع تجارت ما نیست، اسلام عزیز ما مانع عروسی ما نیست، اسلام عزیز ما بودن با شما نیست، بلکه عروسی دین است، تجارت دین است، کار دین است، رفتن دین است. ما شما امت دین میخواییم. در عرفان اسلامی امت یک چیزی است. در عرفان اسلامی لباس نیست که در جان خود بکنم. دقیق شده؟ و باز ما دیگه عارف شدم. در تسبیح های دراز نیست. عرفان اسلامی در حرکات و سکناتت است، در قدم هایی که تو میورداری اتباع رسول الله را میکنی. از این خاطر است که گروهی آمدن نزد رسول علیه السلام گفتن که ما چی نمیکنیم؟ عروسی نمیکنیم. گفت حالا آمدن پیش امهات المؤمنین گفتن همین پیغمبر علیه السلام شو چی رقم عبادت میکند؟ نماز خفتنه که خوان، باز می یک چند لحظه با همسرایش میشینه از و بعد استراحت میکنه، در اخیر شب یک چند رکات اضافی نماز میخواند. یکی به دیگه سعی کن ولی خیلی بسیار کم است. اعلان کرد یکیش ما عروسی نمی کنم، دیگهش گفت که ما همیشه روزه می گیرم، دیگهش گفت شو کلن به عبادت تیر میکنم. امهات المؤمنین سخن از اینها را شنید. پیغمبر علیه السلام که آمد این قصه را برش کرد، فورا برگشت و منبر خیست که او مردم ما از شما که خدا را هم بیشتر میشناسم و هم از الله بیشتر میترسم، ولی عروسی میکنم، نان میخورم، روزه میگیرم، افطار میکنم، خواب میکنم. یه غلوب در دین نکنیم، تعبیر نادرست از دین ارائه نکنیم.
پس در اسلام عزیز ما امیست که بهترین صوفی کیست؟ اما تجاری که در تجارت خود دروغ نمیگوید، در تجارت خود قسم نمیخورد، او بهترین صوفی است. اما عاملی که هر کاری که میکنه امو را درست میکنه، درستش انجام میده، هر کاری که میکنه درست انجامش میده. ان الله يحب العبد، چی میگه؟ پیغمبر میگه ان الله يحب العبد، الله بندهش دوست دارد. اذا عمل عملا ان يتقنه، هر کاری که میکنه درستش بکنه. پس عارف و صوفی در دین اسلام امو انسان است که در امو کاری که گماشته شده او را درست بکنند. صحیح شد؟ درست بکنند. گلکار استی از سر چوک تو را برد سر کار که استاده شدی، خشتی تا درست گذاشتی، اگر صاحب کار نبودم نباشد. صحیح شد؟ تو صوفی خوب استی. نجار استی، کاری که بر تو سپرد درست انجامش داد، تو خیلی خوب صوفی هستی. معلم هستی، تو شاگرد دار درست تربیت کردی، تو بهترین صوفی هستی. صحیح شد؟ بنان لا رهبانیت فی الاسلام، کل زندگی ما تو تصوف است و معرفت است و عبادت است و این چیزیست که اسلام عزیز ما برای ما شما انتقال داده است. وقت ما پوره شد، انشاءالله دیگه در دیگه هفته. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله واشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين.